ارمغان صبح شما بیننده هستین در ساعت دوم برنامه. حالا با ما آقای دکتر احمد زکی افغانیار پوپل با ما هست که میخواییم در مورد تنبلی و راه های غلبه بر آن صحبت داشته باشیم. تنبلی چیزی است که اگر بگوییم که همه جوان ها بخصوص داری شرایطی که فعلا زندگی میکنیم یک حس داره به نام تنبلی یا تنبل بودن که امروز میخواییم مفصلا در این موضوع با ایشان صحبت داشته باشیم. صبحتان بخیر آقای پوپل، خوش آمدین به برنامه. به نام آن که هستی را بنا کرد، جهان را از گل رویش بپا کرد، 1300 سلام باشد شما را، همه دنیای ما باشی خدایا. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما، خدمت پروفسور برنامه و خدمت تک تک بیننده های عزیزی که همین اکنون صدا و سیمای ما را بیننده هستند. امید است اعلی حضرت که با ما هستند محتویات خوبی را بگیرند. بله، تنبلی تعریف داره؟ بله، از لحاظ طبی تنبلی یک تعریف خاص را برش میتنن که اکثرا این تعریف بلد نیستن و هر کس بعضی کسا از دل خود رو یک چیز را اضافه میکنن و یک بیانی را میداشته باشن. اما اگر به شکل عمومی بیایم بگویم که تنبلی عدم توانایی انجام فعالیت های بدنی را به نام تنبلی یاد میکنن و یا به عبارت دیگه خود تنبلی را به نام بیماری یاد میکنن که میگن خود تنبلی یک نوع بیماری هست. پس اکثریت ناهنجاری های اجتماعی که هست و یا ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی که هست از اثر همین تنبلی به وجود میاد که بین خود تنبلی و بیماری یک رابطه مستقیم و تنگاتنگی وجود داره. پس ما میتونم گفته که تنبلی عبارت از عدم توانایی های جسمی میباشه و که باعث خود بیماری ها میشه. خیلی خوب، تنبلی انواع و اقسام هم داره یا نه؟ اگر از لحاظ کلی بگیم تنبلی ها، بله، دو قسم است. یکی برمیگرده به شکل بیماریش که عموما او خودش به خاطر از دلیل عدم وجود بیماری به وجود میاد و یک دلیلش این هست که خود کمکاری فرد میباشه که فرد کمکاری از خود نشان میده که خود همی تنبلی که هست دلایل مختلفی داره که این دلایل شامل عمدترین از یا شامل چهار بخش میشن که اولین دلیل از رو ما میتونیم بگویم که عوامل گرایشی انسان است. دومین دلیل از او عوامل شناختی هست. سومین دلیل از او میتونه عوامل جسمانی باشه و چهارمین دلیل از او چی؟ عوامل محیطی است. که عوامل گرایشی از دو بخش عمده و اساسی از یکی است که طرف مقابل از شکست خوردن خود ترس میخوره و وارد به یک فعالیت نمیشه. از این میترده که مگه اگر ما وارد همین فعالیت شوم من این کار را به خوبی انجام داده نمیتونم، پس وارد از او کار نمیشه. چرا که میگه من شاید در این کار شکست بخورم و مورد تمسخر چی فامیل، مورد تمسخر دوستان و یا اجتماع قرار بگیرم. و دومین دلیلش این میباشه که طرف از یک عزت نفس پایین دارا میباشه. او عزت نفس خود را به او اندازه‌ای که باید بلند می‌برده را بلند نبرده و در فامیل امور کسی روش نداده که او عزت نفسش بلند بره، پس او چی عزت نفس پایین می‌داشته باشه. دومین عامل گفتیم به نام عوامل شناختی بود که عوامل شناختی از او یکی عدم اطلاعات کافی است. هر گاه فرد از موضوعی که در او داخل میشه یا در مجتمعی که وجود داره اطلاعات کافی در زمینه زندگی خود نداشت، او نمیتونه پیش بره. یا اطلاعات کافی در زمینه کاری خود نداشت یا در زندگی روزمره خود ندانست که چی کارهایی را باید انجام بده. دومین دلیلش چی؟ درجه بندی اولویت هاست که طرف نمیدانه که چی کار را باید اول انجام بده، چی کار را باید دوم انجام بده، چی کار را آخر باید انجام بده و یا سرمنشه زندگی خود را، کارکردهای روزانه خود را از کجا شروع بکنه. که این عمده ترین دلایلش در جوان ها بسیار شایع هست که اکثرا که ما با اونا رو برو شدیم میگن ما نمیفهمیم که چی کار باید بکنیم. خب همین کار را که نمیفهمیم همین به این معناست که واو اولویت های کاری خود را درجه بندی نکردن. سومین دلیلش شرایط محیطی است یا هم عوامل محیطی است که بالای فرد تاثیر میکنه. از جمله از این عوامل محیطی میتونیم گفته که سر و صدا هاست. زمانی که در یک فامیل جنگ و جدل های خانوادگی صورت میپذیره
باعث عظیم میشه که فرد یک شخصیت تنبل شوه. همیشه به این فکر بکنه، به جنجال های زندگی فکر بکنه، برای خارج شدن از این فکر نمیکنه. همی است که فرد چی میشه؟ باعث از این میشه که یک فرد تنبل شوه و یا هم چیزهای کافی در زندگیش وجود نداره که بتانه زندگی رفاه داشته باشه، آسودگی در زندگی از وجود نداره. همی عدم ناکافی بودن رفاهیات زندگی هم باعث تنبلی میشه. بله. فرد می... بله. حالا اگر در مورد راه های غلبه بران صحبت داشته باشه. چرا نه؟ راه حل های غلبه ما میتونیم به طور عمده پنج راه حل عمده و اساسی را بررسی داشته باشیم. که از جمله این راه ها یکی ای است که به آخر کار خود ما فکر بکنیم که آخر کار ما چی میشه و ما از این کار خود چی را حاصل میکنیم. بله. یعنی اول کار خود را تجسم بکنیم، بر مبنای تجسم کار خود یک راهکار را بر خود بسنجیم و فکر کنیم که بله آخر کار ما همی میشه. دومینی است که کار عمیق بکنیم، یا هم به اصطلاح انگلیسیش بر از او میگن دیپ ورک. دیپ ورک کار عمیق، یعنی وقتی کار خود را شروع کردین از ته دل به کار خود وابستگی پیدا بکنین و کوشش بکنین تا کارتان به نحو احسن انجام شود. اگر شروع کردین به مطالعه کتاب، دیگه کاری نکنین که وارد فضای مجازی شوین که اکثر کسا می کارا میکنن. وقتی که عین درس خواندن هستن، اکثرا شاگردای مکاتب یا هم محصلینی که هستن، وقتی که درس های خود را مرور میکنن در بین از میگن بیاین که بریم یک سر بزنیم در فضای مجازی چی گپ است. یک بار تلفن خدا می، یک اینستاگرام خود میبینن، یک دفعه ایمیل خود چک میکنن که اینمی یکی از راه های تنبلی است. وقتی که وارد از او شدین، از کار اصلی و اساسی تان که همو درس خواندن بود میفتین. پس به چیزی چی غیر کارکرد اصلی زندگیتان سر رایتان خلق میشه. سومین کار عمده و اساسیش است که از روی یک لیست ما کار بکنیم. یک لیست اساسی بر خود جور بکنیم که یعنی می امروز میخوایم همین کارها را انجام بتون. عمده ترین کارهایی را که باید انجام بتین در صدر لیست بیارین. یعنی کار در روز شاید دو کار یا سه کار اولویت براتون باشه. یکی رفتن به وظیفه است، رفتن به پانتون است، این کارهای اولویتتان است. مرور درس‌های تمرینی مکتبتان است، او را میتونه شما پیش ببرین. این لیستتان است. بعد از او شما وقتی که لیست ترتیب کنین، یک لیست جیبی میتونین، یک ورق قاطی باشه که داخلش نوشته باشه رفتن به پانتون، خواندن کتاب، تمرین‌های درسی، مکتب. این ورق در جیب خود کنین. همین که ورقتان ببینین، کارهای اولیتان یادتان میاد. وقتی کارهای اولیتان انجام بدین، دیگه شما یک فرد چی میباشین؟ فرد شاداب میباشین، آرسوده و راحت میتونین کارهای دیگه تان هم انجام بدین. اگه کارهای جزئی تان هم بانه، شما خسته نمیشین، چرا که میگین ما کارهای عمده و اساسی خود را انجام دادیم. چهارمین چیزی که هست، شاید بر بعض از دوستا خنده‌دار معلوم شوه، این است که من میگم بیاین بر خود جایزه تعیین بکنین. به هر کاری که انجام میدین یک جایزه تعیین بکنین، بگین بعد از انجام دادن همین کار جایزه مهمی است. به طور مثال بعد از اینکه بگین من می درس خود خواندم، من می کتاب خود مطالعه کردم، یک جایزه بر خود تعیین کنم، مثل راه رفتن پیاده روی. یا مثل از اینکه بگین یک من می چاکلیت به طور مثال بر خود می خرم یا کاکاو می خرم، بعد از اینکه می خواندم این از من شد، تمام شد. بله. علتش این است که خود مغز انسان کارکردهای مستقیمی روی عکس العمل بدن انسان داره. یعنی به نحوی هست که تنبلی بعضن جاهایی که ما مطالعه داشتیم آمدن که خود تنبلی به شکل ژنتیکی هم میتونه باشه، به دلیلی که فرد وقتی که به دنیا میاد و در مخانه وادی که بزرگ میشه، در اوج افراد تنبل وجود داره و فرد شکل تنبلیت بر خود میگیره و به می شکل بزرگ میشه. اما ما باید برازی دوستا بگم که خوشبختانه مغز انسان که از خاصیت شکل پذیری داره، اگر کسی کم برازو چی بکنه، کوشش بکنه. یعنی زمانی که ما برای خود جایزه تعیین میکنیم، مغز انسان یک هورمون در او داره که این هورمون به نام هورمون دوپامین است که این هورمون باعث ترشح هورمون دوپامین میشه، یک غده است که این باعث لذت بخشی، حس لذت بخشی در وجود انسان میشه. هرگاه ما یک جایزه برای خود تعیین میکنیم، باعث میشه همین هورمون از خود ترشحات داشته باشه که ترشحات به نام دوپامین یاد میکنن که این باعث از این میشه که ما یک حس بهتری نسبت به زندگی داشته باشیم. و یا
یکی بعضی از سوالات شاید در ذهن اکثریت خلق شوه که من چهار سوال میخوام اکثرا در می بحث جواب بتون برای دوستا که عمده ترینش همیا بوده که بعضیا سوال میکنن میگن که تنبلی همیشه خوب است یا بد است. من میگم تا زمانی که تنبلی باعث رشد اجتماعی فرهنگی و یا هم خانوادگی انسان نشوه او مشکلی نداره، اما هرگاه این احساس کردین که باعث رشدتان میشه او تنبلی برتان مضر است. ما باید شخصیت باشیم که کار خود را خود ما به عهده خود بپذیریم، نه کار خود را یا مشکلات خود را سر دوش بقیه پردیم. دومین سوال داره که در ذهن اکثریت خلق میشه ای است که تنبلی بیماری است، ای تنبلی یک ضعف است، یا هم که ای تنبلی میتونه یک دیدگاه نظر دیگر را داشته باشه. که ما میگویم که ای به دیدگاه انسان فرق داره، که این تنبلی میتونه بعضن مریضی یا بیماری های باشه. به طور مثال بعضن یک چیزی که ما باید بگویم که بعضی اطفال هستن که زیاد میخوابن و یا چی زیاد زود چاق میشن. بعضی فامیلاشون فکر میکنن که این طفل ما تنبل است، اما یک چیزی را باید به یاد داشته باشند که ما ایره برشان برای فامیلای محترم که ما را بیننده هستن ایره برشان تاکید میکنم که اولا اگر طفلتان باعث همچون یک حالتی بود او را شما اولا به پزشک ببرین و به پزشک مراجعه کنین. چرا؟ به دلیل ای که شاید ما مثال میزنیم یک طفل که زیاد میخوابه شاید از اثر مشکل کمبود تایروید باشه. وقتی که یک طفل دچار مشکل کمبود تایروید باشه او طفل زود خسته میشه و از او چی میکنه؟ بیشتر میخوابه و یا هم زودتر چاق میشه. باز مادرش میای بالای سرش که او بچه بخی برو در سایت بخوان، او بچه چرا تو کارهای خانگی تا انجام ندادی؟ در حالی که او طفل بیچاره مریض است. مثل از این میمانه که یک فرد پای نداشته باش شما برازی بگوی بدا. اگر جنبندی بکنم اقای پوپل دو دخه فرصت داره. در جنبندی ما میخواییم برای دوستا بگویم که بخاطر خروج از این حالت تنبلی شما سه کارامده اساسی را انجام بتین. یکی که شما کوشش بکنین استقلالیت من داشته باشین، زیرا هرگاه شما شخصیت تنبل داشته باشین باعث از این میشه که استقلالیت از شما گرفته شود و شما وابسته به کسی شوین، یا پدر یا برادر یا مادر، و هرگاه در نبود از او باعث از این میشه که شما از اجتماع دل بریده شوین. دوم ای که انسانهای قوی همیشه انگیزه بر خاطر رهایی از این کارها پیدا میکنن و بر خود انگیزه میسازن، اما انسان‌های تنبل همیشه برای خود دلیل می‌سازند که من نمی‌تونم این کارو کردم، من نمی‌تونم وزن خود کم کردم و یا دیگه چیز. و سومین چیزی است که من میگم انسان‌هایی که همیشه برد قوی داشتن و در اجتماع رشد داشتن اوها همیشه مشوره کردن اما به تنهایی پیش رفتن، اما انسان‌های تنبل هیچ وقت مشوره نمی‌کنن اما می‌خواهند کسی کنارشان باشه تا اوها را رشد بده. نه خیر، همچون چیزی نیست. خودتان عزم راسخ داشته باشین و کار کنین تا زحمت بکشین تا یک جای برسین. سلامت باشین. تشکر میکنیم از حضورتان آقای احمد زکی افغانیار پوپل، از حضورتان با برنامه سلامت باشین. سپاس از بیننده ها. بعد از میان برنامه کوتاه ادامه برنامه را فراموش نکنید.